অ <laughs> Moগt سلام خدمت شما شاگردان عزیز امروز با حل سوال های آخر فصل سوم کیمیای سنف نهم در خدمت شما عزیزان هستیم 20984 780 255 413 نمبر ارتباطی برنامه هستم قبل از اینکه سوال های آخر فصل را با هم یک جای حل کنیم خلاصه ای از نکات مهمی که در این فصل ما شما یاد گرفتیم با هم یک جای مرور میکنیم. در فصل سوم از جمله مطالبی که ما شما یاد گرفتیم یاد گرفتیم که از ایتایل الکل که از جمله الکل های بسیار مهم است در تبابت به حیث ماده ضد کننده استفاده می شود. همچنان با ساختار ایترها آشنا شدید که اگر اتم آکسیژن با دو بقیه عضوی آر اتصال یافته باشد مرکبات را تشکیل می دهد به نام ایترها. و همچنان یاد گرفتیم که اگر مرکبات عضوی یک نو گروپ وظیفه‌ای داشته باشد در این صورت خواص فیزیکی و کیمیایی مشابهی را میتونه داشته باشد با ساختار الدیهاید ها و کتون ها آشنا شدید یاد گرفتید که الدیهاید ها و کتون ها مرکباتی هستند اکسیژن که هر کدام دارای گروپ های وظیفه‌ای مشخص به خود میباشد گروپ وظیفه‌ای الدیهاید ها به این صورت بود که کاربن دو رابطه داشت با اتم اکسیژن و از یک طرف رابطه داشت با اتم هیدروژن و گروه وظیفوی کتون ها به این صورت بود که اتم کاربون دو رابطه داشت با اتم اکسیژن و از دو طرف اتصال پیدا میکرد به گروپ های آر یا الکایل ها با تعاملات استریفیکیشن یا تعامل استرسازی آشنا شدید یاد گرفتید که از تعامل تیزاب های عضوی با الکل ها آب و استر به وجود می آمد. که به این تعامل تعامل استرسازی می گفتیم در تعامل استرسازی اگر یادتان باشد اتم های هایدروژن و گروپ او OH یا هایدروکسیل با هم از تیزاب های اوزوی و جدا می شد و تشکیل آب را می داد و بقیه های باقی مانده هم با هم اتصال پیدا می کرد و استر را برای ما تشکیل می داد. با شحم حیوانی آشنا شدید که شحم حیوانی را گفتیم نوعی استری تیزاب های شحمیسته و گلیسیرین با ساختار استیاریک اسید آشنا شدید که یک نوع تیزاب شحمی مشبوع بود و همچنان یاد گرفتید که طی عملیه هایدروجنیشن یعنی علاوه نمودن اتم های هایدروجن بر روغن های مایع روغن جامد به وجود می آمد. با ساختار صابون ها آشنا شدید که صابون ها نمک های سودیم یا پتاسیم تیزاب های شهمیسته ها. که ساختار صابون ها رو هم برایتان تشریح کردیم در متن درس کاربوهایدریت ها را آشنا شدید با انواع کاربوهایدریت ها آشنا شدید که کاربوهایدریت ها به سه دسته منقسم می شود قند های یک قیمته ها، دو قیمت ها و چند قیمته و مهمترین قند یک قیمته که گلوکوز نام داشت رو با هم یاد گرفتیم که منبع اصلی تأمین انرژی است در حجرات مغز با قندهای چند قیمته که از جمله نشایسته و سلولوز هست آشنا شدید یاد گرفتید که این قندها از جمله مهمترین قندهای چند قیمت هست که نشایسته در در مرکبات مانند کچالو یافت می شود و سلولوز هم در مرکبات نباتات یافت میشد. خلاصه از فصل سوم رو با هم مرور کردیم. می خواهیم که سوال های آخر فصل را با هم یک جای کار کنیم. سوال های آخر فصل سوم شما در دو بخش منقسم شده است که بخش اول را با هم حل می بخش اول سوال های شما شامل سوال های زیر می باشد که قسمت اول سوال ها سوال های چهار جواب است. از شما خواسته شده است هر سوال چهار جواب دارد که فقط یکی صحیح می باشد جواب صحیح را انتخاب کنید سوال اول در فرمول های زیر کدام یک فرمول عمومی الکل هاسته؟ دقت کنید فرمول عمومی الکل ها شما در اینجا باید گروپ وظیفه ای الکل ها را یاد داشته باشید گزینه الف R رابطه CH O او گزینه ب R رابطه OH گزینه جیم R رابطه CH3 و گزینه د R رابطه COOH خب با گزینه ها که دقت کنید میبینید که جواب صحیح در گزینه B میباشد R رابطه OH گروهی وظیفوی الکل هاست فرمول عمومی الکل ها رو برای ما نشان میده که گروه وظیفوی آن OH است سوال دوم کدام یک از فرمول های زیر ایتانول است؟ الف سیج سی رابطه سی او او ایچ بی رابطه او ایچ جیم آر رابطه او و دال C2H5 رابطه او ایج. خب ایتانول یک الکلی هست با چند اتم کاربون؟ با دو اتم کاربون پس شما در گزینه ها میگردید به دنبال مرکبی که دو اتم کاربون داشته باشد و یک گروپ او ایج. گذن دال که C2H5 رابط اوH OH هست، ساختار الکل ایانال را برای ما نشان می سوال سوم برای به دست آوردن میتایل الکل از کدام یک از مربات زیر استفاده میشود؟ شودلف H2O و CO او H2O و CO2 BH2 و, CO, و CO2، Gیم H2 و CO او دال H2 و CO2. خب برای اینکه شما تشخیص بدین و مشخص کنید که از ترکیبی یا از, از تعامل کدام یک از مرکبات میتایل الکل به دست می آید باید فرمول یا تعامل یا معادله کیمیاوی آن را بلد باشید و نوشته کنید پس با کمک هم برای روی تختصی ها فرمول مورد نظر و معادله را نوشته می کنید می توانید رو را ساختار فرمولی مالکولی اون شما میدانید C CH3 رابطه OH هست. یک الکلی با یک اتم کاربون است. برای به دست آوردن CH3 رابطه OH در متن دست شما یاد گرفتید که از تعامل اتم های هایدروجن با گاز کاربون مونوکساید تولید می شود. وقتی مولکول دو اتمی هیدروژن با گاز کربن مونوکساید با هم یک جای شود برای ما میتایل الکل را تولید میکنند. خب معادله را اگر توضیح کنید دو اتم هیدروژن در این قسمت داریم سه با یک چهار تا اتم هیدروژن در سمت راست داریم پس باید یک ضریب دو در این قسمت قرار بدیم که دو ضرب دو شود چهار و تعداد اتم های هیدروژن با هم مساوی شود. تعداد اتم های کربن هم در دو سمت معادله مساوی است. تعداد اتم های هیدروژن هم در دو سمت معادله با هم مساوی است. پس این معادله ها معادله تشکیل یا استحصال میتایل الکل میباشد. پس جواب صحیح چی میشه؟ جواب صحیح میشود گزینه جیم که از تعامل H2 و گاز کاربن مونوکساید میتایل الکل به دست می آید. سوال چهارم اتیلن یک الکل، الف یک قیمت است ب دو قیمت است جیم سه قیمت است و دال چند قیمت است در متن دست شما با ساختار اتیلن و گلیسرین آشنا شدید گلیسرین از جمله مرکباتی بود که سه قیمت ها بود و اتیلن از جمله الکل هایی بود که دو قیمت ها بود پس جواب صحیح میشه گزینه سوال پنجم فرمول عمومی تزاب های عضوی عبارت است از الف آر رابطه سی اچ ب آر رابطه او اچ جیم آر رابطه اچ او دال آر رابطه او رابطه آر فرمول عمومی تزاب های عضوی اگر یادتان باشد دارای گروپ های وظیفوی سی او او H بود خب با داخل گزینه های الف بی ب جیم دال شما به دنبال مرکبی میگردیم که دارای گروپ وظیفوی COOH باشد. گزینه الف COOH گروپ وظیفوی تضاب های عضوی است. پس فرمول عمومی آنها می شود R رابط COOH که گزینه الف صحیح است. سوال ششم بنزلدی به نام روغن یکی از موارد زیر شهرت دارد. الف پنبدانه ب کنجید جیم بادام تلخ و دال شرشم بنز الدهید شما در متن دست با ساختار آن آشنا شده یک الدهید است که دارای یک حلقه بنزین بود از بین گزینه ها دقت کنید که بنز الدهید در متن دست شما یاد گرفتید که چون از روغن بادام تلخ با دست میاد به دست می آید به همین خاطر هم بنامه نام روغن بادام تلخ شهرت دارد پس جواب صحیح می شود گزینه ج سوال هفتم گروپ وظیفه ای کتون ها عبارت است از الف سی او ب سی او ان اچ ج و دال CO. او گروپ وظیفه ای که بسیار مهم است در متن درس شما آشنا شدید کتون ها دارای گروپ وظیفه ای چه قسمی بود سی او بود پس جواب صحیح می شود گزینه دال رسیدیم به سوال های صحیح و غلط از شما خواسته شده است که جمله های زیر را به دقت مطالعه کنید و سپس جمله های صحیح را با حرف ساد و جمله های غلط را با حرف غین مشخص کنید اولین سوال صحیح غلط شما گفتم میتایل الکل به نام الکل چوب یاد می شود. خب در متن درس ما شما یاد گرفتیم که میتایل الکل چون از تقدیر چوب ارچه خشک به دست می آید به همین خاطر به نام الکل چوب یاد می شود. پس داخل قوس حرف ساد را نوشته می کنید. سوال نهم نوشیدن میتایل الکل باعث کوری چشم و مرگ میگردد باز هم ما یاد گرفتیم و مطالعه کردیم که اگر مقدار کمی از میتایل الکل مورد استفاده قرار بگیرد باعث نابینایی یا کوری می شود و اگر مقدار آن زیادتر باشد باعث مرگ انسان می شود پس جمله صحیح است داخل قوس حرف ساد را نوشتن می کنید. سوال دهم گلیسرین یک الکلی دو قیمت است باز در هم در متن درس و هم در سوال های قبلی ای تکرار شده است اتیلن گلیکول از جمله مرکباتی بود که دارای الکل دو قیمت بود دو گروه هیدروکسیل داشت و گلیسرین هم از جمله مرکباتی بود که یک الکل سه قیمت بود دارای سه گروه هیدروکسیل بود پس جمله غلط هست داخل قوس حرف قین را نوشته میکنید و جمله را همی قسمی سعی میکنید به جای دو قیمته باید نوشته شود سه قیمته سوال یازده هم فرمول عمومی استر سی او او آر است خب شما در متن درس با ساختار و گروپ های وظیفوی استر ها آشنا شده که گروپ وظیفوی استر ها سی او او آر هست پس جواب صحیح هست و جمله صحیح میتونه باشه داخل قوس حرف ساد را نوشته میکنید سوال دوازدهم محلول چهل فیصدی فرمالدهید را به نام فارمال، یاد میکنن. جمله کاملا مشابه با جمله کتاب درسی تان است که محلول چهل فیصدی فرمالدهید را اگر تولید بکنیم نام مرکب میشه فرمالین. پس جمله صحیح است داخل قوس حرف ساد را نوشته میکنیم رسیدیم به بخش سوال هایی که دارای ستون سوال ها و جواب هاستن. ها به طرف راست جدول سوال ها و به طرف چپ جدول جواب ها نوشته شده است. شما جواب سوال مربوطه را مشخص نمایید و شماره آن را در مقابل سوال در داخل هر قوس نوشته کنید. ستون سوال های شما گروهی وظیفوی ایتر است. بداخل داخل ستون جواب ها که قسمت ب می باشد شما باید به دنبال جواب بگردید که گروه وظیفوی ایترها را برای شما مشخص کند گروپ وظیفوی ایترها یک اتم اکسیژن بود که در وسط قرار می گرفت در مرکز و از دو طرف به دو گروپ آر یا الکایل اتصال پیدا میکرد. پس به داخل گزنه های ستون جواب ها که نگاه کنید می ساختار ایترها در این قسمت در شماره دو نشان داده شده است پس شماره دو رو در این قسمت در داخل قوس نوشته میکنید سوال 14 هم کدام الکل به نام الکل دو قیمته یاد می شود؟ خب به داخل ستون جواب ها الکل دو قیمته به الکل گفته میشه که دارای دو گروپی هایدروکسیل باشد پس جواب صحیح می شود که نمبر سه را به داخل قوس نوشته می سوال پانزده فرمول اسید الدیهاید چیست؟ اسید الدیهاید ساختار و فرمول آن را در متن درس شما یاد گرفتید که الدیهاید یک اسید الدیهاید یک الدیهاید است که از یک طرف به اتم هایدروژن و از یک طرف به گروه سیج اتصال یافته است. پس ساختار آن در این قسمت نشان داده شده است. نمبر یک را به داخل قوس در این قسمت نوشته میکنید. سوال 16 هم توسط استون کدام مواد حل شده می تواند؟ باز در مطمئن درس شما یاد گرفتید که مراکبات عضوی و انواع رنگ ها می تواند توسط استون حل شود. پس نمبر چهار رو با داخل قوس در این قسمت نوشته میکنید. کنید. سوال هفته هم کتون چیست؟ شما با ساختار کتون ها آشنا شدید که کتون ها و مرکباتی گفته می شود که دارای گروپ وظیفوی CO او می باشد. پس نمبر پنج را به داخل قوس در این قسمت نوشته می کنید. نام بین المللی H رابطه سی چیست؟ خب برای اینکه نام بین المللی یا آیوپک آن را نوشته کنید باید برای روی تخت سیاه با هم یک جای نام آن را نوشته کنیم و تشریح کنیم. خب فرمولی که برای ما داده شده است شاگردای عزیز H رابطه C H O می باشد خب اگر فرمول را به این صورت باز کنیم H رابطه C دو رابطه O رابطه H می باشد هم فرمول به این صورت نمایش داده می شه هم به این صورت خب اگر به ساختار خوب دقت کنید سی یا C دو رابطه او رابطه H مشخصه گروپ وظیفوی الدیهاید ها می باشد. پس بنابراین ما در اینجا باید یک الدیهاید را نامگذاری کنیم. در نامگذاری الدیهاید ها بر روش آیو پک اگر یادتان باشد در متن درس شاگرد ها ما اول نام کاربون مورد نظر را نوشتن میکردیم نظر به تعداد اتم های کاربون و بعد از او به جای پسوند ای که در آخر نام هایدروکاربن می باشد پسوند ال که مشخصه الدهید ها می باشد را جایگزین میکدیم. خب در اینجا دقت کنید که هایدروکاربن مورد نظر ما چند تا اتم کاربن داره یک تا اتم کاربن داره نام هایدروکاربنی با یک تا اتم کاربن میشه میتان خب نام هایدروکاربون رو که نوشته کردیم حال به جای پسوند ای که در آخر نام هایدروکاربون می باشد چرا قرار می دانه؟ پسوند ال که مربوط به علیهاید ها می باشد. پس نام مرکب میشه شه متانل. خب سوال بعدی شما هم دقیقا در رابطه با نامگذاری یک مرکب الکل باشد. از شما خواسته شده است که نام ایوپک مرکب مورد نظر را که CH3 رابطه CH2 رابطه OH هست را نوشته کنید خب مرکب مورد نظر رو به روش آیوپک بخوایم نامگذاری کنیم شاگردها ها دقت کنید در اینجا گروه پی وجود داره که مشخصه الکل در نامگذاری الکل ها به روش آیوپک باز هم نام هایدروکاربون مورد نظر رو نظر به تعداد اتم های کاربن نوشته می کنید به جای پسوند ای در آخر نام هایدروکاربن پسوند او ال که مشخصه الکل ها می باشد رو جایگذاری می نام هایدروکاربون با دو اتم کاربون می شود ایتان خب به جای پسوندی چی قرار می دادیم؟ پسوندی او ال که اویل مشخصه چی می باشه؟ الکل هاسته پس نام مرکب مورد نظر چی میشه؟ می شود ایتانول پس سوال هجده هم رو که با هم حل کردیم نام بین المللی H رابطه CHO می شد پس نمبر 6 رو به داخل قوس نوشته می کنید. و سوال نوزده هم که با هم یک جای حل کردیم نام آیوپک پک سیر سی رابطه سیش رابطه آش که یک الکل می باشد می شد اتانول که نمبر 7 رو به داخل قوس نوشته می کنید. بخش اول سوال های شما شاگردان عزیز به اتمام رسید امیدوارم که سوال ها را خوب یاد گرفته باشین و درست حل کرده باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم در جلسه آینده با بخش دوم حل سوال ها در خدمت شما عزیزان هستیم